بازی مارک ویلیامز و شان مورفی تو مرحله نیمه نهایی مسابقات پلی چمپیونشیپ سال 2018. بخش اول این نیمه نهایی با نتیجه 3-1 به نفع شان مورفی به پایان رسیده و حالا تو بخش دوم مارک ویلیامز فرصت بریک داشت که بعد پاک کردن توپ مشی تو کنون کردن میستاد و حالا بعد بازی سیف با لانکت زیبا شان مورفی وارد میز میشه و حالا توپ مشی که تو دهنه پاکت مونده بود رو پات میکنه و پوزیشن میگیره واسه توپای قرمز. حالا پوزیشنش بهتر شده و توپ مشی هم که رو اثبات خودش هستش قابل پات هست و هر دو پاکت یک کنان ریز و دوتا توپ قرمز کنار توپ مشی هم وارد جریان بازی میشن. But you'd never think it. Play this. Well, he is dropping it. Feels he can hold for a red. حالا پوزیشن حساسی داره واسه توپ مشی که موفق میشه پات بکنه و توپ قرمز هم در اختیار داره. This was it. 49 بریکش 58 حالا 65 که فریم بالش همین توپ قرمز هستش. با توپ صورتی فریم به پایان میرسه و حالا شان مورفی میره واسه ثبت بریک بالا. 88 امتیاز هستش که رو توپ مشی میس میده و بریک تو امتیاز 89 به پایان میرسه و حالا نتیجه 4-1 به نفع شان مورفی میشه. تو بازی 11 فریمه شان مورفی اختلاف زیادی ایجاد کرده و 2 فریم احتیاج داره تا به مرحله فینال صعود بکنه. The other one. Well, he's left in the red anyway. Very clever. 20. همچنان شان مورفی در حال بریک و پوزیشن حساسی گرفته بود واسه توپ قرمز که با پاک کردن اون به میدل پاکت سمت چپ پوزیشن گرفت واسه توپ مشی و به دلیل نداشتن اثبات اون رفت رو اثبات توپ صورتی. دوباره با پاک کردن یک توپ ریسکیه دیگه به میدل پاکت چپ پوزیشن بعدیش واسه توپ قهوه‌ای بود که دوباره اومد به قسمت پایین میز و حالا پوزیشن سختی گرفته واسه توپ مشی که میس میده. حالا مارک ویلیامز فرصت خوبی داره واسه تموم کردن فریم. توپ مشی هم میاد رو اثبات خودش. پوزیشن میگیره واسه قرمز کوشن و موفق میشه پات بکنه و پوزیشن هم میگیره واسه توپ مشی. حالا یک کنان ریز که تقریبا همه توپ های قرمز رو وارد جریان بازی میکنه و حالا همه
همشون قابل پات میشن. Straight as we see this. Well, no, he's not, so. He's straight or low of straight. Straight is 45. و تو این لحظه پوزیشنش خراب میشه و نزدیک بود رو توپ سبز فول بده که نتونست پوزیشن بگیره واسه توپای قرمز. حالا شان مورفی با پاک کردن دوتا توپ دوباره میس میده و حالا مارک ویلیامز میتونه تموم بکنه. اختلاف امتیاز 10 و یک پوزیشن عالی واسه توپ قهوه‌ای. و حالا فریم بالش رو پات میکنه مارک ویلیامز و با توپ صورتی فریم به نفع مارک ویلیامز تموم میشه. نتیجه 4-2. تو فریم هفتم شان مورفی با یک لانگ شات زیبا وارد میز میشه. تو نوبت دوم با توپ مشی کنون انجام میده و موفق میشه پوزیشن بگیره واسه توپای قرمز. دو تا توپ قرمز تو قسمت بالای میز قرار دارن که به همین خاطر شان مورفی به توپ های رنگی بالک پوزیشن میگیره و توپ قرمز رو به میدل پات میکنه و دوباره میاد به قسمت پایین میز. حالا به نظر میرسه یک توپ پلنت وجود داره که نوبت مارک ویلیامز هم بود. مارک ویلیامز نتونست پات بکنه توپ پلنت رو که دوباره شان مورفی با یک دوبلت پاکت وارد میز میشه و فرصت بریک داره و نزدیک هستش به فریم بالش. شست و شش امتیاز و فریم تموم میشه به نفع شان مورفی. نتیجه 5-2 میشه و میرم واسه هشتمین فریم که تو این فریم مارک ویلیامز میاد روی میز coaches spreading the gospel. همچنان مارک ویلیامز
تا اینجای فریم تونسته به خوبی توپای قرمز جدا رو بریک بکنه با توپ آبی و مشی. حالا پوزیشن واسه توپ میدل که توپ سختی هم هستش و موفق میشه 58 امتیاز. حالا میره واسه توپ آبی یک پوزیشن خوب دیگه. فریمو تموم میکنه مارک ویلیامز. حالا باید ببینیم میتونه تو این فریم بریک بالاتر از 100 ثبت بکنه. هشتاد و هفته امتیاز و با یک توپ قرمز و رنگی دیگه بریکش بالاتر از 100 میشه، موفق میشه سنچوری بریک ثبت بکنه. حالا توپ صورتی رو کنار میکنه و همونو به کورنل سبز پاس میکنه و با افرو پوزیشن میگیره واسه توپ زرد. همچنان داره به خوبی بریک انجام میده مارک ویلیامز. میرم واسه نهمین فریم. شان مورفی یک فریم فقط احتیاج داره و تو فریم قبلی مارک ویلیامز تونست بازی بهتری انجام بده. حالا تو این فریم شان مورفی فرصت میگیره و چند تا توپ جدا از پک داشت که بعد پاک کردن اونا رفت واسه کنون پک توپ های قرمز که موفق شد کنون خوبی انجام بده و تو پوزیشن هم مشکلی نداشت. که به صورت عجیبی میس میده شان مورفی و حالا بعد فول دادن مارک ویلیامز شان مورفی مارک ویلیامز فرصت پیدا میکنه تا دوباره بریک بکنه که اون هم فول میده. دوباره بعد بازی سیف با یک توپ بلند میاد روی میز تو ادامه کار. ناموفق بوده مارک ویلیامز. حالا شان مورفی فرصت گرفته و اینجا تونسته بریک بکنه. دوباره یک رس شات و موفق پوزیشن سخت واسه توپ صورتی که موفق میشه پات بکنه. حالا شان مورفی برنده فریم میشه و آخر فریم هم مارک ویلیامز فول میده و بازی تموم میشه.